پرونده امروز از اون دسته از پرونده است که خود من هم وقتی داشتم مطلبش رو ترجمه آماده می کردم باورش برام سخت بود که چطور ممکنه یک انسان توی شرایطی که حالا در رابطهش صحبت می کنیم کشته بشه. این حادثه اینقدر عجب و غریب هستش که حتی یک کارگردان سینمایی با الهام گرفتن از چگونگی رخ دادنش در سال 2015 فیلم بلیف رو ساخت. اتفاقاتی که دیدنش توی دنیای واقعی کار آسونی نیست و حتی اگر ببینید نمیتونید باور کنید. من علی قهرمانی هستم، میزبان شما امروز با یک پرونده جنایی از کشور نیوزیلند. با من همراه باشید تا جزئیاتش رو با هم بررسی کنیم. روز 12 اکتبر سال 2007 شخصی با پلیس شهر ولینگتون نیوزیلند تماس گرفت و گزارش داد خواهرزادش مشکل حاد تنفسی پیدا کرده و از اونا خواست که یک تیم امداد به آدرس خونهشون اعزام کنن. بلافاصله بعد از این تماس یک آمبولانس به اون آدرس فرستاده شد و پلیس هم پشت سر آمبولانس خودش رو به محل حادثه رسوند. اونجا یک خونه بزرگ معمولی بود که وسط اتاق نشیمن روی زمین یک دختر جوان دراز کشیده بود. اسم اون دختر جنت موسس بود، 22 ساله، و در اون لحظه خانواده جنت هم که یه چیزی حدود 9 نفر می شدن همه دور تا دورش ایستاده حلقه زده بودن. وقتی ماموران اورژانس وضعیت حیاتی جنت رو بررسی می کنن متوجه می شن که اون از دنیا رفته. ولی خب چیزی که عجیب بود این بودش که کف اون خونه پر از آب بود، به اندازه آب بودش که پلیس میگفت به سختی تونسته بود وسایل امداد رو وارد خونه بکنن. صحنه عجیبی که دیدنش توی یک خونه عادی خیلی غیر منطقی به نظر میرسید. ماجرا حتی زمانی عجیب تر میشه که نتیجه کالبد شکافی اومد. آزمایشات نشون میدادن علت مرگ جنت غرق شدن بوده. توی ریه های اون دختر پر از آب بود و همین باعث شده بود که اون نتونه نفس بکشه و از دنیا بره. خب این عجیب نیستش که یک دختر جوان اونم توی خونه خودشون و وسط سالن توی آب غرق بشه؟ خب راستش این اتفاق اونقدر عجیب بودش که وقتی همسایه ها فهمیدن چه بلایی سر جنت اومده شروع کردن در رابطه صحبت کردن، صحبت هایی که نشون میداد اونا یه چیزایی میدونستن و حدس میزدن که چه اتفاقی برای اون افتاده باشه. خلاصه هنوز چیزی نگذشته بود که پلیس اعلام کرد قاتل جنت رو شناسایی و دستگیر کرده. البته قاتلان اون رو، چون اونا 9 نفر بودن و همشون اعضای خانواده اون دختر بودن. خب در حقیقت جریان از این قرار بود که جنت از کودکی چون پدر و مادر شرایط بزرگ کردنش رو نداشتن اون رو به خانواده مادر بزرگش سپرده بودن و اون دختر اونجا با عموها عمه هاش زندگی میکرد. برای یک کودک آسون نیستش که از بچگی جدا از خانوادهش بزرگ بشه، ولی چون توی خونه پر جمعیت مادر بزرگش همه با اون خیلی خوب رفتار میکردن جنت هم تونسته بود بدون مشکل خاصی اونجا هم به مدرسه بره و همین که تصمیم داشت بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه برای خودش یک زندگی مستقل تشکیل بده. همه چیز تا 22 سالگی جنت داشت خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه یک روز دو تا از عموهای اون بعد از کار در راه برگشت به خونه چیزی رو پیدا میکنن. یه مجسمه نسبتاً بزرگ شیر که به نظر میرسید کسی اون رو دور انداخته بود. اونا به محض اینکه اون مجسمه رو میبینن ازش خوششون میاد و تصمیم گرفته بودن که اون رو با خودشون به خونه ببرن و فکر میکردن که اون مجسمه واقعاً یک عتیقه، یک چیز قدیمی هست که نمونش توی بازار هم پیدا نمیشه. اونا وقتی به خونه میرسن بقیه افراد خانواده هم از اون مجسمه خوششون میاد و قرار میشه که اون رو در گوشه‌ای توی اتاق نشیمن بگذارن، مثل یک مجسمه دکوری. ولی خب درست از همون روز به بعد اتفاقات عجیب شروع به رخ دادن میکنن و قربانی این اتفاقات هم کسی نبود جز جنت. اون دختر کلن از کودکی ضعیف و کمبونیه بود و همین باعث شده بود که خیلی زود تحت تاثیر اون اتفاقات قرار بگیره. فردای روزی که مجسمه توی خونه گذاشته شده بود وقتی جنت به اون نزدیک شد تا بهش دست بزنه یهو سرش گیج رفت و همونجا روی زمین افتاد.
البته خانواده اون از قبل چون نگران وضعیت جسمیش بودن چند بار اون رو به بیمارستان برده بودن، اما موفق نشده بودن براش دارویی بگیرن. دلیلش هم این بود که دکترهای بیمارستان علت دقیق ضعیف بودن اون رو تشخیص نداده بودن و فقط یه سری حرفای مبهم تحویل خانواده‌اش داده بودن که اونا هم چیزی ازش سر در نمی آوردن. خانواده جنت فقط امید به این داشتن که حالا اون با تغذیه بهتر بهبود پیدا کنه، ولی خب علی‌رغم تمام تلاششون علائم بیماری جنت مدام بدتر و غیر طبیعی تر می شد و این وضعیت اونقدر ادامه پیدا می کنه که در نهایت اونا از روی ناچاری به سراغ یک روانشناس سنتی رفته بودن که بیشتر به اسم فالگیر و یا جنگیر شناخته شده بود. اون زن فالگیر بعد از شنیدن ماجرا به اونا چیز عجیبی میگه. اون گفته بود احساس میکنه اونا شی و یا وسیله ای رو به خونشون آوردن که تسخیر شده هست، یعنی همون مجسمه شیر، و بیماری جنت هم به خاطر همون مجسمه بوده. اون زن ادعا میکرد که روح داخل مجسمه در تلاش هستش که خودش رو به بدن جنت منتقل کنه و اونا باید خیلی سریع در اولین فرصت اون مجسمه شیر رو به همون جایی که قبلا بوده برگردونن. اگرچه خانواده جنت در ابتدا این موضوع رو باور نکردن، اما وقتی که اون زن فالگیر گفت که اگر مجسمه رو بر نگردونن حال جنت بدتر میشه و حتی ممکنه که از دست بره، اونا قبول کردن. اما باز هم این تمام ماجرا نبود، چون اون زن فالگیر شرط کرده بود که کل خانواده جنت باید با هم این کار رو انجام میدادن. در غیر این صورت اون روح شیطانی خونشون رو ترک نمی کرد. یعنی هر 9 نفر اونا باید سوار یک ماشین می شدن و مجسمه رو هم بار همون ماشین می زدن، چیزی که عملا غیر ممکن بود. به هر حال هرچی که بود، خانواده جنت در حضور فالگیر تمام شرطهای اون رو می پذیرن. اما وقتی خونه رسیدن خودسرانه عمل کردن. اونا اول مجسمه رو بار ماشین زدن و بعد خودشون سوار 2 ماشین شدن، چون فکر می کردن این قسمت از ماجرا تأثیری روی ماهیت کار نمی گذاره. اونا بعد از اینکه به محل پیدا کردن مجسمه رسیدن، همگی با کمک هم مجسمه رو جابجا کردن، بعد سوار ماشین شدن و دوباره به سمت خونهشون راه افتادن. اما هنوز یک مقدار از حرکتشون بیشتر نگذشته بود که یهو لاستیک ماشین عقبی ترکید. ماشین جلویی هم بدون اینکه متوجه این موضوع بشه به راه خودش ادامه داده بود و رفته بود خونه. افراد داخل ماشین عقبی پیاده میشن و با کمک همدیگه لاستیک ماشین رو عوض میکنن و بعد به خونه برمیگردن و درست همون لحظه بود که میبینن جنت دچار تشنج شده. حالا اون دختر اونقدر بد و خطرناک شده بود که وقتی مادر بزرگش رو دید به سمت اون حمله کرد و صورتش رو چنگ انداخت. دقیقا مثل افرادی که بدنشون توسط ارواح شیطانی تسخیر میشه. اون با صدای عجیب و نارسا میگفت که مجسمه رو نباید از خونه خارج میکردن. اونا با رفتارهای عجیب جنت متوجه شده بودن که واقعاً به خاطر نادرست انجام دادن شرطهای اون فالگیر لابد اون دختر حالش بدتر شده. در واقع تمام این کارها برای کمک به اون دختر بود، ولی خب هر روز داشت وضعیت جسمی و روحی اون بدتر و بدتر میشد. حالا اون دختر اونقدر بد شده بود که اواخر حتی شروع به هزیونگویی کرده بود و توی صحبتاش چیزهایی میگفت که شنیدنش واقعا وحشتناک بود. 3 کلمه‌ای که اون توی صحبتاش خیلی ازش استفاده میکرد این بودن: خون، شکنجه و خاکسپاری. کلن جنه تبدیل به یک شخص دیگه شده بود. در نهایت خانواده اون وقتی دیدن که دیگه نمیتونن بیشتر از این عذاب کشیدن اون رو تحمل کنن، دوباره رفته بودن پیش همون روانشناس سنتی و واقعیت ماجرا رو براش تعریف کرده بودن که مجسمه رو نتونسته بودن طبق شرایطی که اون بهشون گفته بود جابجا کنن و حالا از اون روز به بعد وضعیت روحی جنت بدتر شده. اون زن فالگیر بعد از شنیدن حرفای اونا این بار خودش به دیدن جنت میره و بعد از اینکه اون رو معاینه کرده بود گفته بود که دیگه کار از کار گذشته و هیچ راهی غیر از اجرای مراسم جنگیری باقی نمونده. مراسمی که ماکوت نام داشت و از قدیم بین قبایل بومی نیوزیلند ماوری ها رایج بود، ولی چون این مراسم هنگام اجرا خیلی قربانی گرفته بود، دولت نیوزیلند از سال 1970 منعش کرده بود. با این حال هنوز در برخی از مناطق این کشور بومیایی هستن که این مراسم رو اجرا میکنن. توی این شرایط هم خانواده جنت
گزینه دیگه ای غیر از این نداشتن. بیمارستان که جنت رو معاینه کرده بود و بهشون دارو نداده بود، حالا اون دخترم که داشت روز به روز بدتر میشد و در نهایت تمام اینا باعث شدش که اونا فکر کنن واقعا دخترشون توسط یک روح شیطانی تسخیر شده و برای بیرون کردن اون روح از بدنش باید مراسم ماکوت رو انجام بدن. این شد که در روز 12 اکتبر 2007 اونا توی خونه همه با کمک همدیگه جنت رو نشوندن وسط اتاق نشیمن، دورش جمع شدن، دست و پاش رو صف محکم گرفتن و مراسم رو شروع کردن. این مراسم به این صورت بودش که اونا باید هنگام خوندن یه سری آیه و حدیث اونقدر آب به صورت اون دختر میپاشیدن که روحی که اون رو تسخیر کرده بود از بدنش بیرون بیاد. حتما حالا دیگه متوجه شدید که چرا علت مرگ جنت غرق شدگی اعلام شد. و شاید هم بگید مگه با آب پاشیدن به صورت کسی کشته میشه؟ خب واقعیت اینه که اگر این کار مدام برای ساعتها ادامه پیدا کنه، یکی از دردآورترین نوع شکنجه هاست. این خانواده هم اونقدر توی صورت جنت آب پاشیدن که اون دختر از درد زبانش رو گاز گرفته بود و دهانش رو باز نمی کرد. ولی خب اونا برای اینکه اون نتونه زبانش رو گاز بگیره، جسمی رو داخل دهانش گذاشته بودن و این مراسم وقتی به مدت 4 ساعت ادامه پیدا کرد، اونقدر آب وارد گلوی جنت شده بود که اون در یک لحظه علائم خفه شدن رو از خودش نشون میده. همین باعث شدش که خانواده‌اش مراسم رو نیمه تمام قطع کنن و سریع با پلیس و اورژانس تماس بگیرن. ولی خب همونطور که در ابتدا گفتم، وقتی گروه امداد رسید، جنت از دنیا رفته بود. یک مرگ بسیار بسیار دردناک و وحشتناک. خانواده‌ای که قصد کمک کردن به دخترشون رو داشتن، ولی در نهایت اون رو به وحشیانه ترین شکل ممکن کشتن. البته میشه گفت که بخش بزرگی از این موضوع برمیگرده به همون عشق و دوست داشتنی که اونا نسبت به جنت داشتن، ولی همون عشق باعث شد که جهالت و نادانی جلوی چشم و گوششون رو بگیره و عقلشون از کار بیفته و در آخر دست به کارهایی بزنن که پایانش خیلی غم انگیز بود. توی دادگاه تمام اعضای خانواده جنت ادعای بیگناهی میکردن و میگفتن اصلا فکر نمیکردن همچین اتفاقی بیفته. ولی خب از اون طرف هم قاضی نه تنها حرفای اونا رو باور نکرد که حتی اونا رو برای انجام مراسم غیرقانونی ماکوت هم متهم کرد. 5 نفر از اونا که نقش مستقیمی توی مرگ جنت داشتن قاتل معرفی شدن و 4 نفر دیگه هم به جرم همدستی در قتل. ولی جالب این که پلیس توی تحقیقاتش متوجه چیزهای جالبی شده بود. اونا فهمیده بودن اون مجسمه شیری که اون خانواده از بیرون پیدا کرده بودن نه قدیمی بوده، نه عتیقه بوده و نه اینکه کسی اون رو دور انداخته بود. و واقعیت این بود که کسی که صاحب مجسمه بود میگفت که اون رو از توی بازار خریده بود و به خاطر اینکه بتونه ظاهرش رو مثل یک مجسمه عتیقه در بیاره، بهش یک مقدار رنگ سبز زده بود و بعد هم اون رو بیرون گذاشته بود تا زیر نور آفتاب و بارون و گرد و خاک یک مقدار بیشتر شبیه مجسمه های قدیمی بشه. اما نمیدونست که این کارش میتونه فاجعه بیافرینه. خب حالا جدا از چگونگی رخ دادن حادثه، بریم سراغ مشکل واقعی جنت و ببینیم مشکل اون دختر چی بوده و چرا باید تا اون حد تغییر میکرد. خب معمولا افرادی که تسخیر میشن هم چهرهشون عوض میشه و هم صداشون و هم گاهی به زبانهای ناشناختهی صحبت میکنن که هیچ کس متوجه نمیشه، مثل آنجیله، دختری که سال 1973 واقعا توسط ارواحی شیطانی تسخیر شده بود. روایتهای زیادی از این دختر وجود داره. آنجیله وقتی توسط ارواح تسخیر میشد، به معنی واقعی کلمه به یک فرد شیطانی تبدیل میشد. بدنش رو گاز میگرفت، ادرارش رو میخورد و حتی صورتش به طرز عجیب و وحشتناکی تغییر پیدا میکرد. اون موقع ها مادرش با کمک یک کشیش به مدت 1 سال مراسم جنگیری رو روی اون اجرا میکنه. ولی خب تلاشاشون بیفایده بود و اون دختر یه روز توی همون مراسم از دنیا میره.
اگرچه که علائم جنه تا حدود زیادی با آنجیله شباهت داشت، ولی خب خیلی ضعیف‌تر از اون بودن. اما مردم هنوز میگفتن که اون دختر یعنی جنه توسط ارواح شیطانی تسخیر شده بود و بعد از اینکه جزئیات این پرونده رسانه‌ای شد، از حساسیت بالایی هم برخوردار شد و به خاطر همین چند تا از متخصصین روانشناس نیوزیلندی اومدن و سریع اعلام کردن که جنت به هیچ وجه توسط روحی تسخیر نشده بود و اون فقط مشکلات روانی داشته، مشکلاتی مثل مشکلات چند شخصیتی و اسکیزوفرنی، چیزی که توی بیمارستان محلی نتونسته بودن تشخیص بدن و حال اون دختر روز به روز بدتر شده بود. به هر حال چیزی که قابل توجه هست و خودتون شنیدید و دیدید اینه که خانواده چطور برای نجات دخترشون سعی کردن اون رو به بیمارستان ببرن، ولی خب در نهایت در اوج ناامیدی هیچ گزینه‌ای غیر از گوش کردن به حرفای یک روانشناس سنتی رو نداشتن، چیزی که باعث رخ دادن یک فاجعه شد. یاد اون طبیب سنتی میافتم که اوایل کرونا اومده بود میگفت اگر میخواید کرونا نگیرید روغن بنفشه رو نمیدونم اونجاتون چی کار کنید. و کلا هر وقت صحبت از روش‌های سنتی میکنم، طب سنتی، نمیدونم مراسم سنتی، یاد میافتم. شما اگر یاد چیز خاصی افتادید حتما توی کامنت ها در رابطهش برام بنویسید. مرسی که امروز هم تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. عزیزان مراقب خودتون باشید. زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. تا یک پرونده جنایی دیگر، بدرود.